سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. ابراهیم من با یه آموزش دیگه در خدمتتونم. در جلسه 13 آموزش SQL سرور مقدماتی هستیم و به جوین ها رسیدیم و انواع جوین ها و کاربرد جوین ها چی هستن و چطور میتونیم ازش استفاده کنیم. توی این جلسه میخواییم مورد بررسیش قرار بدیم. فقط شما دوستان قبل از هر چیزی اگه تو یوتیوب ما رو میبینین، اون دکمه قرمز سابسکرایب تو یوتیوب رو بزنید، زنگوله جلوش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشین. اینستاگراممون هم دنبال کنید، نظر انتقاد پیشنهاد هر چی که دارین میتونید توی اینستاگرام برامون بفرستین که ما بتونیم ویدیوهای بعدی رو بهتر کنیم یا بخوایم اون چیزی که شما گفتین و آموزشش رو براتون آماده کنیم. پس بریم ببینیم که این جوین چیه. خب دوستان، طبق معمول ما وارد W3 اسکول میشیم و ببینیم یک عموماً خیلی توضیحات خیلی ساده ای داره. همونطور که میبینید تو بخش اول سطرش میگه جوین ها، این کلمه کلیدی جوین برای ترکیب کردن چیه؟ دو جدول با هم ترکیب میکنه و داده هایی که میخواییم و با تحویل میده. حالا میتونه دو یا چند جدول باشه. این چیزی هم که میبینیم میگه آره بین دو یا چند جدول میتونه باشه. خب این جوین های ما به چه حالتی؟ یعنی اینجا حالا مثالش زده که جلوتر بهش میرسیم، ولی حالت های مختلفی داره. یکی که اینیر جوینه، یکی لفت جوینه، یکی رایت جوینه و فول آتر جوین، که هر کدوم تو جلسه خودش بهتون توضیح میدیم چیه. ولی به صورت خیلی خلاصه بخوایم بگیم، میتونیم بگیم اینیر جوین زمانی که دو تا جدول داریم داده های مشترک این دو تا جدول رو به ما نمایش میده. توی لفت جوین میاد به غیر از داده های مشترک جدول سمت چپمون هم به ما نشون میده. حالا جدول سمت چپ چیه؟ اونم تو جلسه خودش بهتون میگیم چیه. رایت جوین عکسشه، دقیقا داده های مشترک رو میاره ولی جدول سمت راست رو میاره. و فول آتر جوین هم که تمام داده های مشترک و داده های غیر مشترک همه برای کل جدول رو میگیره براتون میاره. خب ولی اولین چیزی که میخواییم کار کنیم اینیر جوینمونه. بریم به تو اینیر جوین ببینیم چی میگه. خب سینتکسی که برای اینیر جوین وجود داره چیه؟ میگه سلکت اسم ستون ها، من این مداد خودم بیارم، میگه سلکت اسم ستون که جدول شماره یکمون که میشه جدول چپ ما، و اینیر جوین جدول شماره راستمون که الان دیگه متوجه شدین میشه اینیر جوین، کلمه کلیدی جدول شماره دو. آن بعد آن باید اون شرطمون رو بذاریم این وسط، شرطی که با ما میگه این داده مشترک ما چیه. اگه این شرط نباشه اصلا هیچ فایده ای نداره، خطا میگه اصلا کلا. پس بریم اینو ما پیاده کنیم. برای چیمون؟ برای دیتابیس تستی که داشتیم و جداول پرسونال. ببینیم ما یک سری پرسونال داریم و یک سری پروداکت که همونطور که میبینید مثلا اینجا چی شده؟ میگی میلیگت برای ببخشید این میلیگت برای پرسونال آیدی 6ه. من اینجا اگه بخوام دادش رو بگیرم چه میدونم این پرسونال آیدی 6 من کیه؟ باید اینو بدونم، باید برم از جدول شماره وقتی جدول پرسونال آیدی ببینم. ببینید جدول پرسونال آیدی 6 ما میشه علی فلا. خب من میخوام چیکار کنم با اینیر جوین؟ بیام این دو تا جدول رو با هم ادغام کنم و اون محصولایی که وجود دارن ببینم این محصولای من مال چه افرادی هستن. بیام اینا رو تشخیص بدم. من یک کوری ایجاد میکنم. خب کوری که میخوایم بزنیم select from، تیبل اولمون چی بود؟ میگیم dbo.product. من میگم پروداکت خودم رو میخوام. خب یکی الیاس بهش بدم که کارمون راحت بشه. میگم pro.product، میگم پروداکت نیمه. خب دوست عزیز این پروداکت نیمو که دارم، من همین الان میگیرم سلکت میزنم، بخشید اکزیکیوت میکنم، به همه پروداکت نیمامو دارم.
این میله گرده، نمیدونم قارچه 1 2 3 بنز بی ام دبلیو همشون. خب اینا مال چه افرادی هست؟ باید برم توی جدول پرسونال آیدین ببینم. خب چطور برم اونجا ببینم؟ باید اینجایی که میایم چیکار میکنیم اینیر جوین میزنیم. کار اینیر جوین چجوریه؟ توی دبلیو اسکول دیدیم، گفتیم بعد از فرام میایم میگیم چی؟ کلمه کلیه اینیر جوین. بعد اینیر جوین بعد چیکار کنیم؟ اسم جدولمون رو بزنیم. کدوم جدول بود؟ dbo.personal. خب پرسونال من اولا الیاسش مشخص کنم از پر، که اینو تو جلسه قبل بهتون گفتیم که چجور الیاس نیم بذارین. خب پر من بعد از اینیر جوین، حالا فکر کنم اینجا الان ببینید هیچ خبری نیست، یه خطای خیلی خوشگل به امیده و تموم. باید مشخص کنیم بر چه اساسی جوین بشه این دوتا جدول با هم، داده های مشترکشون رو بگیریم بر اساس شرطی که اون رابطه‌ای که بینشون وجود داره، رابطه‌ای بین پروداکت و پرسونال چیه؟ تو جدول پرسونال که پرمون باشه آنو میزنم که شرطم رو بزنم، میگم تو جدول پر آیدینه و توی جدول پرو یا پروداکت ما چیه؟ پرسونال آیدی. این دوتا داده های مشترکشون رو بر اساس این دوتا فیلد با هم رابطه دارن، پس ما میتونیم بر اساس این فیلد داده های خودمون رو، داده های مشترک خودمون رو واکشی کنیم. الان دقت کنیم من اینو اجرا میکنم، خب باز که همون پروداکت هامون اومد. چرا؟ چون مشخصاتمون رو بالا تو سلیکت نیاوردیم. الان من به فیلد های جدول پرسونال دسترسی دارم. به چه حالتی؟ گفتم پرو داد پروداکت نیم، خب میرم جدول پرمون. پر جدول چیه؟ پرسونالمون. میگم نیمشو بهم بده، کلمه کلیدی نیم و که توی براکت میذاریم. میگم پر دات فامیلیشو بهم بده، پر دات موبایلشو بهم بده، پر دات نشنال کدشو بهم بده و هر فیلد دیگه که وجود داره میتونی ازش بگیری. فعلا همین چند تا فیلد نیاز داریم. الان ببینی خروجی من چی میشه. دقت کنیم، میله گرد مال آقای علی فلاح با این مشخصات، قارچ 1 برای یوسف قنبری با این مشخصات، قارچ 2 هم همچنین، قارچ 3 همچنین، بنز برای آقای فرید قنبری، نمیدونم بی ام دبلیو برای فرید قنبری و محصولات دیگه هست که برای مثلا میتونیم مشخصات افرادی که این محصولات رو دارن رو ببینیم. خب حالا اگه یه جدول دیگه بود من چی کار کنم؟ تو همون اولی که توضیح داد چی گفته بود؟ گفت برای گرفتن داده ها سطرهای از دو جدول یا بیشتر، یعنی چندین جدول میتونه باشه. خب به چه صورت استفاده کنیم؟ مثلا حالا من جدول علی ما با این دو تا جدول هیچ رابطه ای نداره، ولی میتونم چیکار کنم برای اینکه شما به شما درک بهتری داشته باشیم؟ میگیم این year join dbo.ali از AA on میشه با چه مثلا چی میگیم؟ AA.firstname بخشی یزه مرسی دسته درد نکنه ببخشید اینا یه جا بجا کنم اوکی دسته درد و چایی بود بعد ارزم به گرامی که AA first name مثلا با یک فیل دیگه، مثلا اگه جدول علی با مثلا پرسونال آیدی رابطه داره، اگه میدونم فیلدهای مشترکشون چیه اینجا تو شرط میذارم و قطعا داده های جدول علی هم یا اونجا اضافه میکنم فیلداشو و اون فیلدهایی که نیاز داریم. همیشه یادتون باشه تمام فیلدهای هر جدول رو نگیرین، چون بعضی از فیلدها اصلا شاید نیازتون نباشه. فیلدهایی که نیاز دارین اینا رو میگیرین بالا تو سلکتتون میاریم و اینجا جویناشون رو میزنیم. فعلا چون جدول علی بهشون هیچ رابطه ای نداره تو جوین نمیشه ازش استفاده کرد، ولی اگر 3 تا جدول، 4 تا جدول، 5 تا جدول با هم یک رابطه ای داشته باشن، نه اینکه همشون
با هم دیگه صد در همه جور رابطه داشتن، نه مثلا این جدول پرسونال آی دی با پروداکت داره، پرسونال آی دی با علی هم این سمت داره، پس یه رابطه بین این ستا هست، میشه از همشون یه جوین کلی از مثلا پروداکت با پرسونال بگیره، پرسونال از علی بگیره، به این ترتیب میشه یه جوینی اضافه کرد و همینطور ادامه داد تا چند تا جدول. ولی خب جدا از این جوین هایی که ادامه دار میشه، میتونیم یه شرط هم بذاریم. چه شرطی؟ ببینید جوینی که الان اینجا زدیم، ببینید یک داده خیلی خوب، یک گزارش خیلی خوبی ما داد که بدونیم تمام محصولای ما صاحباشون پرسونالشون کیه. ولی میخوام بگم آقا محصولات بنز من مالکیه، میگم یه ور میذارم، خب ور من چی میخواد؟ یه شرط میخواد، میگم پروداکت من پرو دات پروداکت نیم من لایک باشه، چون رشته یه دیگه باید لایک استفاده کنیم، مساوی که نمیشه، لایک باشه با چی؟ بنز. میخوام ببینم بنز هایی که من دارم مال چه افرادیه، اکزیکیوت میکنن. ببینی الان من تونستم لیست افرادی که بنز دارن رو بگیرم به دست بیارم، یعنی اون گزارشی که دارم محدود شد، اون چیزی که مد نظر خودم بود و به دست آوردم، دیگه یه لیست بلند بالا نداریم، یه دو تا سطر ساده داریم که دقیقا جوابهای خودمونه. پس میتونیم با ترکیب چند جدول با این year join داده های مشترکمونو بگیریم، با ور بیاییم اون داده های خودمونو چیکار کنیم، فیلتر کنیم و محدود کنیم و اون جوابی که نیاز داریم رو به دست بیاریم. این بود این year join. حالا تونستیم توی یه مثال خیلی ساده این year join رو براتون شرح بدیم، ولی خب شما باید بریم جدول های مختلف برای خودتون ایجاد کنید، داده وارد کنید و هی تمرین کنید. مثلا بیاین ببینید آقا این جدول من میتونم از این به واسطه مثلا جدول یک من با جدول دو چه داده های مشترکی رو به دست بیارم و چه کارهایی بکنم. کافی کمی تمرین بشه، یه دو بار سه بار چهار بار این روال تمرین بشه، دستتون میاد که این year join کجاها کاربرد داره، تو چه گزارشاتی میتونیم به دست بیاریم. الان دیدیم خیلی ساده تونستم محصولاتی که داشتم بیام به دست بیارم که مال چه افرادیه. مثلا ما شما میبینید یک کالایی رو میخرید، میخوایم ببینید آقا من این کالایی که تو انبار من وجود داره از چه فروشنده هایی گرفتم. میتونیم بیاین جدول کالای خودتون رو با فروشنده های خودتون یه جوین بزنید و ببینید این کالاهای من مال چه فروشنده هایی هست. این یک مثال دیگه بود. حالا شما برید بیزینس خودتون رو ببینید چه جوریه و چه گزارش های نیاز دارین، از جوین های چه در جداولی میتونین گزارش به وجود بیارین، اون رو بگرین پیاده سازی کنین، حالا تو پروسیجر خودتون اضافه کنین یا توی حالا برنامه اگه ادهاک کوری میزنین اونجا ازش استفاده کنین. خب دوستان این بود از جوین ما، امیدوارم که مورد پسندتون باشه و لطف کنین تو یوتیوب اگه ما نگاه میکنین حتما سابسکرایب کنین، زنگوله جلوش هم بزنید که از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشین، این اینستاگرامونو حتما فالو کنین. بعضی از ویدیوها حالا یه خورده محدود شدیم تو اینستاگرام، متاسفانه نمیتونیم ویدیوهای بالای 15 دقیقه بذاریم، ولی خب سعی میکنیم زودتر حل بشه، دنبال پیگیری داریم میکنیم، ولی خب اگه حل بشه بعضی از ویدیوها رو شاید اصلا کلا تو اینستا بذاریم، تو یوتیوب نذاریم. پس تو اینستا حتما ما رو دنبال کنید. تا آموزش بعدی خدا نگهدار.